سلام مجدد به همه دوستان امیدوارم که زندگیتون با خوشی و شادی در حال گذر باشه و همه چیز درست پیش بره یه جلسه جدید موسیقی با هم داریم و اینکه بچه من خیلی دلم خود این رو هی بگم ببینید من اصلا خود اینکه میام کلاس ها رو میذارم خودم رو در مقام یک استاد والا اینا. اصلا نیستم چه چیزی من فقط صرفا دارم تجربیات شخصی خودم در موسیقی رو با شما به اشتراک میگذارم همین و امیدوارم که شما هم تجربیات خودتون رو در هنر یا اصلا در هر شاخه در هنر یا پزشکی حتی اصلا هر چی با بنده در اشتراک بگذارید و با همدیگه اصلا کلا چون من فکر میکنم شخصا که فرق انسان و موجودات دیگه در همینه که ما صرفا میتونیم تجربیاتمون رو در اختیار همدیگه بگذاریم تا بتونیم رشد بکنیم و خب خیلی خوب میشه اگه ما هممون این کار بکنیم اتفاقی که میفته آگاهی یعنی و آگاهی تنها کلید راه است یعنی دری که به روی حالا راهی ابدی و خوب باز خواهد شد کلید اون دره <applause> خب بریم سر موسیقی ببینید بچه بارها شما شنیدید که به میگن شما موقعی که داری میخونی روی استیج اکت تو من دوست نداشتم اکتت کم بودم این چیه؟ این ماجرای اکتت کمه و اینا چیه؟ چون اکثرا من شخصا دیدم که اون کسایی که دارن اونجا به صورت جوری جاج میکنن یا حالا مثلا کسایی هستن متخصصن اونجا اونا هم انگار خبری ندارن از حرفی که دارن میزنن حالا بیاییم ما دربارش بیشتر صحبت بکنیم چون مثلا من یه بار دیدم یکی میخوند یه ترانه میخوند خوابم یا بیدارم بود که گوش بود <تص> میخوند مثلا اینطور میکرد خوابم یا بیدارم اینکه که عکت درستی نیست شما باید بدونید دقیقا داره چی کار میکنید ببینید دو تا ماجرا داره یک اکتی که شما روی بدنتون و صورتتون دارید دوم اکتی که توی لحنتون دارید یک خواننده من شخصا به نظر من یک خواننده کارش بسیار سختتر از یک بازیگره چون در این حال یک خواننده است و یک بازیگره یعنی باید باشه البته منظورم این نیست که حالا مثلا این خوبتره اون بدتر صرفا در یک جاهای این سختتر میشه به خاطر اینکه شما یک شعر دارید و یک موسیقی و حالا شما خواننده اثرید حالا باید اون رو به تصویر بکشید خب حالا این اکته چه شکلیه اینو در دو قسمت توضیح میدم حالا قسمت اول که امروز صرفا میذارمش روی عکت صداتون و بعد میمیک و چیه اون قضیه صورت چیه یعنی اونو چجوری بازی میکنه یک خواننده این نیست که شما تکون بخوری و مثلا چشاتو مثلا درشت بکنی که الان من خیلی احساساتی شدم این نیست و اون اکت های مثلا میگو... یه... یه خانومی رو من دیدم یه چند وقت پیش میگفت دل کوچولو دل... دل... دل فلان این اصلا چرا دل کوچولو چرا باید این شکلی باشه حالا اصلا کاری نداریم بگذاریم بگذاریم حالا اصلا اتفاقا من منفیشو نمیگم آه. اصلا اتفاقا خیلی بامزه بود ولی خب اشتباه بود صرفا بهتر که بیام اینو درست بکنیم از, از قرار شد از خط ملودی شروع بکنیم یه مثال براتون میذارم از خانوم سیما بینا یک موسیقی فولکی رو خونده بود در گذشته البته من از ایشون دو تا ترک میشناسم یکی که لیلا خانوم بود که من خودم کاورش کردم که با مزه خیلیام خیلی هم دوستش داشتن چون من لیلا خانوم اورجینال رو زیاد نمیپسندیدم شخصا خیلی من خانوم سیما رو خیلی دوست دارم ایشون صدای بسیار زیبایی داره فقط من اون اجرا رو نمیپسندیدم مثلا نگاری نا قد داری لیلا خانوم مم. جذابیتش کجاست ببینید خب حالا همین رو بگم شروع کنید از همین لیلا خانم شما وقتی دارید این شعر رو نگاه میکنید باید تکلیفتون رو با اون موضوع روشن کنید لیل خانم رو دوست دارید آیا لیلا خانم کیه عشق شماست مثلا من اگه جای خانم ما بینا بودم مثلا خب نمیدونم شاید مثلا این ترانه رو شاید انتخابم کردم چون زیاد به کارکتریشون ایشون هم نمیخوره به نظر من کارکتری که ازشون میشناسم این که مثلا شالا به حالا شروع کنیم اینطوری بگیم که شما عاشق لیلا خانومی آیا لیلا خانوم چی داره تو ذهن شما چه تصویری ازش میبینید خب بنده شخصا فرضو برای بر این میذارم که لیلا خانوم محشوقه منه عشق زندگی منه و من دارم میبینمش و دارم حض میکنم از حضورش ببینیم عشق عشق ها عشق زیاد یعنی موقعی که دارید میخونید باید اونو واقعا نشون بدید ببینید من اینجوری خوندمش دلیلش رو میخوام بگم دلیلش به اینه نگارینا ببینید نگارینا قد چارشونه داری لیلا خانم این بعد نشون بده دیگه خودشو حالا من میگه این سری با اقرا خونه و تو موزیک اصلی اینطور نخونه ولی که نگاه کن بعد این قد چارشونه داری اینو, اینو تصویرش رو نگاه کن ببین چقدر زیباست یه دختری زیبا روی قد بلند خوشگل به اسم لیلا مثلا خیلی زیباست اصلا چه تصویر نمیدارم چی در بگم یعنی فقط میتونم بگم که زیباست و اینو باید به زیبایی بگی آدم دیگه باید, باید رنگ داشته باشه صدا قد چارشون نداری لی لا خانون کنار خونه ما خونه داری ببینید اینو باید برسونی دیگه کنار خونه ما خونه داری یه خونه شیطون قضیه خب تو چرا به این فکر بکنی که لیلا خانم کنار خونه شماست خب که چی خب میدونی این که این شیطنتی که تو بلند میکنی لیلا خانم و انقدر فالو میکنی که مثلا برات مهمه که خونه بغلیه ها این خب این باید نشون داده بشه حالا میتونی شاید موقعی که میخونی یه لبخندی من پیشنهادم همیشه اینه بچه ها که دارن میخونن میگم اگر شیطنه تو ذهنته یه لبخند بذار رو صورتت موقعی خوندن اصلا درستش همینه ببین تو میگی میتونی بگی می کنار خونه ما خونه داری لیلا خانو این نمورده که تو داری در مورد عشقی که الان این چی بغ کردیم زنده است تو هم عاشقشی بی لبخند و شیطنن داری چی انگار که الله یه پنجره لله خورم بغل خونه است داری نگاش میکنی میگی کنار خونه ما خونه داری لیلا خانو بمیرم برات اینطوری میبینی و اینو بگی یعنی از گوشه در داری نگاش بکنی خونت هم که کنار خونه ماست متوجه این برسونی موقع خونده بعد هم باید میگی دیگه همون خونه که رو بر داری لیلا خانو خودت مستو باش خودت مستو ما رو دیوونه داری لیلا خانو جان لیلا لیلا اینجا میگی و دیوونه خب این جنون رو با تو صدات تا یه حدی نشون بدی تو م... طرف مست دیوونه است عاشق دیوونه یک شخصی بفرست بفرض این عاشقشه اینو نشون بده دیگه میگه خودت اینجا دیگه لبخند خاصی نداره بنظرم خودت مست و ما رو دیوونه داری لیلا خانو جان لیلا لیلا آه, لیلا لیلا اه, این ببخشید اینطوری میشه وقتی که شما الان وضعیت من نمیبینید من یه جوری این گیتار رو گذاشتم رو پام این شکلیه دستم ند... بعدم کل وزنش افتاد رو دستم بخاطر دستم خوب نمیتونم جا بجا کنم توزی بدیم که گفته باشی خلاصه اینکه داری میگی لیلا خانوم باید تکلیف رو روشن کنی یعنی اگر خدایی نکرده لیلا خانوم در این دنیا نیست یه اگر هست و داری از گوشه پنجره میبینیش یه جوره اینا همش خیلی اهمیت داره موقعی که شما دارید میخونید اگر خوشحالی داری اینو در میگی اون یه چیز داره یه جریان داره و همه اینها سعی کنید همیشه به این موضوع موقعی که یه ترانه رو برمیدارید بخونید فکر بکنید یه تمرین میخوام بهتون بدم برای آواز ببینید هر روز هر روز هر روز دارید تو خیابون راه میرید تو خونه اید دارید کارتون رو انجام میدید سعی کنید زمزمه کنید این بهترین تمرینه که صدا رو آهنگین میکنه تارای صوتی رو گرم نگر میداره عضلاتش رو قوی تر نگر میداره اینه میمونه که شما یک دونده اید و همیشه یک نرمشی دارید که بدنتون گرم بمونه آسیب ها کمتر میشه و حالا دربارش صحبت میکنیم بیشتر خب ببینید مثل مثلا و نوت های پایین رو بخونید نوت های بالا نه مثل مثلا چه میدونم نرید نوت بالا اینجا نه همونجا حتی پایین تر هر چی پایین تر تازه بهتر این بهترم است همچون که بهتون گفتم هم صدا رو آهنگین میکنه رنگ صدا که میگن اینجوری به دست میاد خب یکی از تکنیک ها و تمرین های رنگ صدا تکنیک یکی از تمرین های رنگ صدا پیدا کردن اینه که شما این کارو بکنید یعنی این تمرین رو انجام بدید و خیلی هم خیلی زود هم عمل میکنه مخصوصا اینکه اگه مدت بیشتری در روز اونو رو انجام بدید و خب این از این در مورد گیتار آها اوکی من یه کار با دیگه ای هم میخوام بکنم میخوام یه دوره کی... مثلا کلیپ برای صدا بگیرم مجزا یه دوره کلیپ بگیرم انگلیسی مجزا و بعد, و بعد یه دوره کلیپ بگیرم مجزا یعنی یه دوره ب... ویدیو بگیرم مجزا برای تدریس گیتار و موسیقی پس دوستانی که ساز هم میزنن میتونن ویدیوهای بعدی رو نگاه... نگاه, کنن که احتمالا فردا آپلود میکنم فردا امروز که <laughs> الان دارید ویدیو رو میبینید امیدوارم امروز که شما دارید این ویدیو رو میبینید هشت سال آینده نباشه مراقب خودتون باشید دوستتون دارم مراقبت کنید از خودتون آن گفتم اینو دوبار مراقب باشید کرونا دیگه امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید در پناه حق تا زود